انا لله و انا علیه راجعون. خان آقا رضایی داغدار شد. سلام و وقت خوش داشته باشین بینندگان عزیز، را که همکنون کانال خبری ما را دنبال می نمایند. روزنامه اطلاعات روز می نویسد سقوط بس مسافربری بر رودخانه بغلان، 9 نفر جان باختند. در پای سقوط یک بس مسافربری بر رودخانه در ولسوالی خنجان ولایت بغلان، 9 نفر جان باخته و 40 نفر زخمی شدند. با گفته منابع این حادثه حوالی ساعت 12 شب گذشته شنبه 29 عقرب در شاهرای عمومی کابل بغلان رخ داده است. یک منبع گفت یک بس نوع 580 که از کابل به سمت جوزجان در حرکت بود، در ساحه ملمخان ولسوالی خنجان از جاده منحرف به رودخانه سقوط کرده است. بر بنیاد اطلاعات یک منبع، شفاخانه ولایتی پلخمری بر اثر این حادثه 9 نفر از سرنشینان این موتر به شمول زنان و کودکان جان باخته و 40 نفر دیگر زخمی شده است. شیر احمد برخانی سخنگوی فرماندهی امنیتی طالبان در بغلان علت این حادثه را به احتیاطی و مشکل فنی موتر خوانده است و شماره جان باختگان را 8 نفر و زخمیان را 41 نفر اعلام کرده است. شام روز گذشته در نتیجه برخورد دو موتر مسافربری در ولسوالی دوشی بغلان 10 نفر جان باخته و 11 زخمی شدند. همچنان این در حالی است که خان آقا رضایی در صفحه رسمی فیسبوک خود می نویسد انا لله و انا علیه راجعون. مامای بزرگوارم حاجی شهاب الدین پس از ماها درگیری با بیماری سرطان جاودانه شد. مرحوم حاجی شهاب الدین به جرم جمع‌آوری چنده و از کمک به مجاهدین در دوران جهاد 5 سال را در سلول‌های زندان پرچرخی و زیر شکنجه کمونیسم سپری کرد و در دوران اول حاکمیت طالبان از ظلم و بی‌عدالتی آنها هم بی‌نصیب نماند. با آثار و تعبات شکنجه تا سال‌ها در وجودش باقی ماند. انسان آرام، خیرخواه، سخاوتمند و با پاس بود. دعای نیک و خیر مردم را با خود دارد. الله جل جلاله بهشت برزین را نصیبش گرداند. انا لله و انا علیه راجعون. از توجهتان جهان سپاس. تا درود دیگر، بدرود. منتظر نظریات و پیشنهادات سالم شما خواهیم بود. اوقات خوش داشته باشین.